با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد ظریف‌مهر هستم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن از طریق سیستم‌های مختلف و دیوایس‌های مختلف در سراسر دنیا دارن ملاحظه می‌کنن. بله امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر، ولی قبل از اینکه ما گفتگومون شروع بکنیم و بریم سراغ دادگاه ها بدون اینکه خطایی کرده باشیم، من به بینندگان گرامی بگم که این برنامه صرفا جنبه اطلاع رسانیه، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نیاد و اگه میخواید مشورت حقوقی داشته باشین لطفا با شما تلفن هایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با دفتر آقای دکتر عابدی تماس بگیرید تا به امید خدا مشکلاتتون حل بشه. خب آقای دکتر، بازم خوشبختانه میگم که ما بدون اینکه جرم بکنیم میخوایم بریم دادگاه، ولی به عنوان ناظر و اینکه ببینیم که چه خبر در دادگاه های آنتاریو، چه خبر های دکتر؟ اولا تابستونه. تابستون، بله. و این ایام تابستون آخر روزای مرداد اگه اشتباه نکنم. کسی حوصله یه چیز نده، حال بیشتر خلاف. مردم دنبال اینن که از هوای خوب کانادا استفاده کنن، گرمایی که وجود داره و دریاچه های مختلفی که اطراف تورنتو و هوای خوبی که هست بتونن از این مناظر طبیعی حد اکثر استفاده بکنن با حضورشون، پس سعی میشه که از دادگاه ها پرهیز کرد. ولی خب برسن سر ما شلوغه، بتنید که خب دادگاه همیشه هست و دادگاه خب برای این تشکیل میشه که حقی از یکی از طرفین دعوا زائل شده و اون فرد فکر میکنه که باید حضور در دادگاه داشته باشه و بتونه از مقامات قضایی کشور که محاکم رو اداره میکنن کمک بگیره برای اینکه احقاق حقوق بشه. خب مسلم بحثی که وجود داره اینه که ما از اول سپتامبر بهمون گفته شده، امروز 18 آگوست تقریبا 12 روز دیگه، گفته شده که قراره که وارد یک چپتر جدیدی بشیم. این به این معنی که دادگاه ها یواش یواش میرن به سمت اینکه حضوری باشن. صحیح دیگه، از حالت آنلاین در میاد و یا آنلاین هم هست، هم حضوری هم داده هر تا اصل میخواد بر این باشه، بر اساس ابلاغی های مختلف و چیزهایی که آیین‌نامه های مختلفی که به وکلا ابلاغ میشه و به سیستم قضایی ابلاغ میشه از طریق یا جاستیس مینستری یا از طریق دیوان عالی آنتاریو یا دادگاه های مختلفی که وجود دارن ابلاغ میشه، اینه که سیستم هر دادگاهی به سمت این میره که مسئله کرونا رو کم کم ندیدی گرفته بشه و حضور افراد در دادگاه باشه. ولی خب افراد میتونن ماسک بزنن، الزامی هم نیست ماسک زدن، به دلیل اینکه ثابت شده در قدیم که کارایی دادگاه ها بیشتره در حالی که حضوری باشه. خب این هم به چیز مسلمیه. من هم خودم شخصا معتقدم که کارایی من در دفتر بیشتره تا بخوام توی خونه بمونم و بخوام اون کار رو انجام بدم. من همونم، ولی حضور در دفتر، محیط دفتر، حضور موکل در دفتر، امکانات متعددی که لحاظ تکنولوژی داریم در دفتر، همه اینا باعث میشه که آدم بهتر کار بکنه و یه کاری دیگه داشته باشه که و تحقیقات هم اینو نشون داده. برای همینم دادگاه هم مایلن که حضوری باشه و در این حالم وقتی که حضوریه لمس کردن این که فرد در دادگاه است راحت تره واسش. یعنی وقتی که میگه مثلا الان شما دفتر منی به عنوان موکل با قاضی من دارم بحث میکنم، صحبت میکنم، اطلاعات میدم و قاضی داره مسئله مختلف رو بحث میکنه، دیدگاه قانونی رو نشون میده یا کیس‌ها رو نشون میده، خب موکل راحت تر قبول میکنه که دو دادگاه است تا اینکه مثلا از اول کیس که شروع بشه تا آخر کیس شروع بشه تو دفتر من باشه. و از این لحاظ که به نظر میاد که کارایی بهتره. من خب خیلی از بزرگان که توی این زمینه‌های مختلف بیزینسی هستن معتقدن که حضوری بهتره تا اینکه از راه دور باشه. لحاظ ماهیت کار و اینکه راندمان کار خیلی بالاتره. اما استثنا برای افرادی که جونشون در خطره، مشکلات پزشکی دارن
خب بعضی از افراد هستن که دارای سرطانن و یا بیماری دیگه هستن، ورودشون در مجامع عمومی میتونه خطرساز باشه واسه شون، لذا برای اون افراد استثنا گفتن که این افراد در دادگاه میتونن نیان. حکم قضایی صادر شده که این جلسات از طریق آنلاین یا سیستم قضایی که به ما اعلام میکنن برگزار میشه و به تبع تو اون کیسا که داریم هست، ولی ما باقی نه، بعد بره به سمت حضوری و خب حضوری بحث دیگه یه وجود داره. الان این خب مسئله کرونا، از قدیم میگفتن که دیگه، یعنی قدیمی که نه خیلی قدیم، از وقتی که شروع شد میگفتن که با این دیگه باید به سر ببریم و زندگی بکنیم، این همراه ما هست. درسته. بنابراین نمیشه دیگه تا آخر سالها بخواین که به اصطلاح این مراعات بکنن، این سیستم حفاظتی و از دور به اصطلاح آنلاین کارا رو انجام بدن. بالاخره باید این روبرو شد و یه مقدار ریسک کرد که وقتی همه دور هم هستن و راحت تر میشه، همه همدیگر میبینن، همون لحظه میفهمن که چی به چیه، دیگه سویچ بکنن که ببینید باید کار بالانس باشه. بالانس به این معنی که ما عملا وقتی که در دادگاه هستیم قاضی حکم نمیده، خب لازم اجرا هم هست، همه اجرا میکنن. اما مشکلی که وجود داره اینه که با کرونا هم ساختیم، یعنی علی رغم که کرونا وجود داشته و مرگ و میر وجود داشته، با تدابیر مختلف و رهنمودهایی که دولت کانادا داده که فوق‌العاده بوده و رعایت هم کردن، هم مردم رعایت کردن، هم رهنمودها مناسب بوده، هم امکاناتی که داده شده به مردم مناسب بوده، لحاظ واکسن ها یا امکانات مختلفی که دولت سعی کرده تو این زمینه بذاره، خب این برای مقطعی خوب بوده، ولی در طویل مدت این شرایط کارساز نیست و یک جا یا زمانبندی رو بیشتر میکنه یا تعداد افرادی که تو این مشکلات هستن بیشتر میشن. از این لحاظه که به نظر من با توجه به شرایطی که وجود داره، دولت داره هوشمندانه برخورد میکنه که هر مقطعی رو چی کار بکنه که با کمترین ضرر بهترین استفاده رو ببره و بهره‌مندی رو ببره بالا. خب الان با توجه به شرایطی که هست که واکسن چهارم رو مردم راحت میزنن، خب تو دفتر ما تمام کارمندای من و خود من هممون واکسن چهارم رو زدیم. بله ما هم این آمادگی کامل داریم که وارد مرحله بشیم که اگر خدای نکرده این موج اومد، حداقل ما سعی کنیم که نگیریم و اگر گرفتی بیماری سختی نباشه و در ضمنم طوری باشه که نگیریم که ناقلم باشیم، یعنی بازم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو می‌کنیم. همین امروز من موکل داشتم، خب ماسک زد بود موکل، ما هنوز بین خودمون و موکلین تلقیمون رو داریم، امکانات بهداشتی رو داریم که اگه خدای نکرده موکلی مشکلی پیش اومد پسش یا اصلا احساس کرد یه جا باید تمیز بشه، پاکیزه باشه، لازم که ویروسی نباشه و چه بشه. یعنی میخوام بگم خود ما ها به عنوان شخص وقتی این کارو میکنیم، تو دادگاه این کارو میکنن، خیلی مسائل رو میتونه کم بکنه، از بین ممکنه نبره، ولی بین اینکه بخوایم نرمال زندگی کنیم تا اینکه نرمال زندگی کنیم، ترجیح میدیم که نرمال زندگی کنیم. آقای دکتر پیش اومده که مثلا به خاطر کرونا بگی عمدن به من کرونا داد، یعنی مسائل و دعواهای کرونایی وجود اومده باشه؟ ببین کی بخواد کرونا، یه موکل من به من کرونا بده؟ نه طرف مقابل من نمیبینه به من اومده، منم مثلا بغل کرده یا بوسیده؟ نه من ببینم موکلات، ببینید موکلات مشکلاتشون مالی و اختلافاتشون، من تا حالا ندیدم که یه آقا یا خانمی که در حال درگیری هستن که اولا بغلم نگران نمیکنه. بله یعنی میخوام بگم این فرضی که هست نیست، در ضمنم اونقدر مشکلات رو میخوان حل کنن نه خباست کنن. من کار ندارم به افرادی که تو ایرانن و افرادی که حکومت میکنن، مردم ما مردم خوبی هن، مردمی هستن دلسوز، رعوف، با عاطفه، با علاقه. سالها سعی شده که این فرهنگ رو عوض بکنه، ولی مردم هنوز شما میبینید که مشکلی پیش میاد ده ها نفر سعی میکنن دیگه کنن. به نظر من نه، من ندیدم و فکر نمیکنم چیزی بوده باشه. الان بیشتر دعواها بر سر چیه؟
همین اختلافات خانوادگی اختلافات هست. اختلاف ببینید، ما در قسمت حقوق خانواده هستیم. بله. به طبع نظر من فقط در مبعود موکلینی که در حقوق خانواده دارن موکلین دفتر هستن یا تو دادگاه هستیم. خب اختلافات روی مسائل مختلفه که توافق کردن، حالا یکی دنبال اینکه اون توافق نامه رو به هم بزنه، یا یکی حاضر نیست حق دیگری رو بده. و خب الان یه موقع بود که افراد پولا رو برمیشه میموردن ایران، الان طوری شده که میدونه که اگه پولش رو برای ایران بعد از 3 ماه یا 6 ماه آینده اون پول ممکنه نصف بشه یا کمتر ازش. مثلا ایران دیگه محل امنی نیست برای افرادی که پولا رو میموردن. لذا مشکلات فرار پولا بوده و بچه دوزی بوده در این مقطع. به طبع خیلی اینا با مسئله کرونا حل شده و کمتر شده، ولی خب مشکلات مختلفی وجود داره راجع به اموال، راجع به تقسیم اموال، نحوه جدا شدن، نحوه اینکه کی میخواد حضانت بچه رو به عهده داشته باشه و تصمیمات راجع به امور علمی یا راجع به امور پزشکی بچه رو داشته باشه و به طبع چجوری میتونه بچه‌ش رو ببینه. رو اینها بحث‌های اصلی است. از نظر بیزنسی چطور؟ مثلا شرکا با هم دیگه مشکل دارن، اختلاف دارن، یا با مالک اینا هم جزء این برماست؟ من انجام نمیدم، به همکارانم معمولا ریفر میدم، به دلیل اینکه مسائل شرکت ها رو که اختلافات بین شرکاست خب ناشی از اینه که کی پولی وجه حاضر نیست پولی بده یا سرویسی رو گرفته حاضر نیست چیز کنه. همیشه بین شرکا اختلاف هست، مثل زن و شوهرها که اختلاف دارید، بین شرکا هم اختلاف هست و دادگاه ها برای همین هم تشکیل میشه که بتونه کمک کنه. ولی من پیشنهادم اینه که تو مسائل اگه میشه وارد، اگه مشکلی به نظرتون میرسه مشکلی دارید، لطفا با یه وکیل مجرب تو زمینه ای که کار میکنه همکاری کنید و سعی کنید که از امکانات اون وکیل استفاده کنید که از همکاری اون بتونید این مشکلات حقوقی که براتون پیش میاد رو حل بکنید. حالا ما شکر خدا وارد چپتری داریم میشیم، در مورد زمانی وارد میشیم که دادگاه ها داره باز میشه. امیدوارم که راندوم کار بیشتر باشه، بهتر باشه، تا اینکه اینچنینی بشه یه جوری این مشکلات رو بهتر داد. پس الان کسانی که میان سراغ شما بیشتر مشکلات خانوادگی دارن، زن شوهر با هم دیگه بخواد. تعداد کسای عزیزانی که دفتر من مراجعه میکنن زیاده، مسائل ریال استیت رو دارم، مسائل اختلافات مختلف رو دارم. ولی ما بیشتر برای بیشتر به خاطر بستن این قرارداده مال ببینید ریال ببینید موکلا معمولا در وادی که وارد میشن و کار سرویسی که میخوان، الان خب یه سرش که دفتر ما انجام میده، مثل ریال استیت، مثل دادن وام، فک رهن، خب تمام این کارهای حقوقی رو توی قسمت ریال استیت ما انجام میدیم. تو قسمت های ایمیگریشن آمریکا هم خب اون قسمت های خودش داره کار میکنه. بعضی که میاد اینه که اگر حضور در دادگاه باشه، خب من به عنوان وکیل در قسمت فامیلی لا میتونم خدمت عزیزان کمک کنم که بتونم مشکلات متعددی که وجود داره رو حل کنم. ولی خب تو قسمت های دیگه مجبوریم که کیسا رو احاله بدیم به عزیزان دیگه که تو قسمت های چون ما بین از زمانی که قیمت ها رفته پایین و بانک های مدام مشکل روی خرید و فروش منزل ها برای دادن وام پیدا کردن، خب الان مشکلی که ما داریم اینه که بگی بسیاری خریداران مایلن که قراردادشون فسخ بشه، علاوه بر اینکه خب ضرر میکنن، احساس میکنن که اگه دیپوزیت از دست بدن بهتره تا اینکه خونه ای رو که مثلا یه دفعه 20% اومده پایین بخوان کلوز کنن. خونه ها دارن بازم میاد پایین دیگه، یعنی حالا من فکر کنم اینو میذاریم برای برنامه آینده اگه بخوایم راجع به مسائل خرید و فروش خونه صحبت کنیم. ولی بیشتر منظور اینه که وقتی که بازار خراب میشه مسلمه که یه سری مشکلات پیش میاد، علاوه وامی، علاوه شرایط مختلفه. حالا در این مورد که مثلا بانک ها بانک مرکزی نرخ بهره رو آورده پایین و یا باز میبره بالا و بالاتر هم باز میبره و خونه ها
مشکلاتی که دارن سر راه تا چند ماه دیگه هر میشه بعدن صحبت بکنیم. آقای دکتر ممنونم از سخنان خوب شما، اطلاعات جامعی دادید، از شما سپاسگزاریم. متاسفانه برنامه تموم شده، ببینیم واسه هفته بعد. و با تشکر از شما آقای زریمه که این فرصت رو من داده شده که بتونم در خدمت بینندگان محترم باشم، و همچنین با تشکر از بچه اتاق فرمان که این برنامه رو دارن ضبط میکنم و پخش میکنم. از اینکه بیننده ما بودید از شما سپاسگزاریم، و تا هفته آینده برنامه دیگه از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خداحافظ.